من به سهم خودم به عنوان عضو کوچکی از خانواده تئاتر تشکر می کنم از کلیه عزیزانی که امکان برگزاری این سمینار رو فراهم کردن. همین که به قول آقای قادری طرح مسئله میشه خودش خیلی مهمه و طبعا بسیاری رو به اندیشه با می داره. نقش اسطوره در شکلگیری نمایش سنتی ملی. وقتی صحبت از تئاتر ملی به میان می آید بی اختیار دنبال مشخصه های آن می گردیم و از خود می پرسیم یک تئاتر یا نمایش چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا آن را ملی بنامیم و اساساً چه عواملی یک اثر نمایشی را ملی یا غیر ملی معرفی می کنند. آیا زبان به تنهایی می تواند شاخصه تئاتر ملی باشد؟ آیا قصه نمایش و رنگ و بوی بومی آدم های آن برای ملی دانستن یک اثر کفایت می کند؟ یا اینکه عوامل دیگری برای مجزا نمودن یک پدیده نمایشی از پدیده نمایشی دیگر نیز دخیل هستند؟ آیا گونه های مختلف تئاتر و نمایش را باید بر مبنای جهان بینی ملت ها تقسیم بندی کنیم؟ زیربنای اساطیری آثار نمایشی برای تفکیک گونه های مختلف کفایت می کند یا اینکه ساختار نمایشی و موسیقی و رقص و آواز هم در پیدایش این گونه گونی موثرند؟ تئاتر بومی چه تفاوتی با تئاتر منطقه‌ای دارد و آیا به آنها می توان عنوان تئاتر ملی داد؟ نقش تمدن‌های کهن در تعیین تئاتر ملی چیست و اساساً چه کسی و به چه اعتباری تئاتر ملی را تعریف می‌کند و آیا این تعریف باید مورد قبول همگان واقع شود یا نه و اگر قرار است این تعریف مقبول عام شود مبنای آن چیست؟ آیا بهتر نیست تقسیمات جغرافیایی یا حوزه فرهنگی به جای واژه ملی مشخص کننده تئاتر هر منطقه و کشور باشد، مثل تئاتر ژاپنی، ایرانی، هندی و آفریقایی و غیره؟ تئاتر ملی هر کشوری باید دارای چه مشخصاتی باشد که آن را از تئاتر ملی یا وطنی کشورهای دیگر مجزا کند؟ در اغلب اشکال نمایش سنتی ردپای جهانبینی و اساطیر به گونه ایست که در پیدایش صورت و قراردادهای نمایشی مؤثر بودند. به عبارت دیگر، ساختار نمایشی هم از قراردادهای صحنه و بازی و بعضاً چهره آرایی تحت تأثیر اساطیر و جهانبینی به وجود آمدند. یکی از اساطیری که در پیدایش و شکلگیری نوعی از نمایش داخل پرانتز تعزیه تأثیرگذار بوده، اسطوره خیر و شر است. این اسطوره که بر حسب کیش مزداپرستی هم در درون هر کس و هم در زندگی روزانه و هم در طبیعت و هم در تاریخ غوغا می کند، به اعتقاد جلال ستاری شاخص‌ترین اسطوره ایرانی و اسوه و الگوی بازخورد فرهنگی و صورت مثالی سلوک ما از دوران پیش تاریخی تا کنون است. دوگانگی یا سنویت به مفهوم قبول دو مبدع خیر و شر از معتقدات قدیم آریاییان محسوب می شود. آنان برای بدی و خوبی منشأی جداگانه قائل بودند. قوای خیر را موجب سعادت و نیروهای شر را مسبب تیره روزی انسانها به شمار می آوردند. در مقابل خدا و ملکوت، دنیای شر و تاریکی که در آن دیوان فرمانروایی می‌کنند قرار دارد. دنیای شر تحت فرمان روح پلید یا اهریمن است که دائم با مظهر خیر یعنی اهورامزدا و به روایتی سپند مینو در حال نبرد است. عرصه این مبارزه بین زمین و آسمان است. چگونگی راهیابی و تأثیرگذاری اسطوره خیر و شر در پیدایی و شکل‌گیری تزیه را نخست باید در سیر تحول آن جستجو کرد. روایات اساطیر ایران به مرور به صورت داستان‌های افسانه آمیز تاریخی و حماسی به خود می‌گیرند، چنان که دیوان و اژدهایان به تورانیان و ایزدان و فرشتگان به شهریاران زمینی بدل می‌شوند. آنچنان که بسیار اوقات معلوم نیست با حوادث تاریخی افسانه‌آمیز سر و کار داریم یا با اساطیری که به تدریج به خود سبقه بشری گرفته است. این چنین
ضحاک، اژدهای معروف اوستا، به صورت شهریاری تازی و فریدون به صورت سرباز دلیر، و گیاه جاودانی بخش هوم یا هوم به صورت هوم پارسا در داستان افراسیاب ظاهر می شود. و طبیعتاً شاهان آرمانی داخل پرانتز جمشید، فریدون و نیز که حاله از قداست یعنی فره ایزدی شخصیت و منششان را در بر گرفته است، در اساطیر ایرانی و داستانهای شاهنامه مروج و مبلغ دین بهی و یار پشتدار اورمزد در ستیز و آویز با نیروی شرند و در نبرد بزرگ کیهانی میان نیکی و بدی درگیرند. این چنین ایرانیان اسطوره را به تاریخ بدل می کنند، چون باور دارند که شاه یا جهان پهلوان آرمانی مظهر نمادین سپندبینوست و شهریاری آرمانی با دین بهی پیوندی و شهریاری آرمانی با دین بهی پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد، یا شهریاری آرمانی. بدین گونه تاریخ صحنه نبرد میان اورمزد و اهریمن و نیکی و بدی می شود، چه در گذشته و چه در زمان حال و چه در آینده. اینها نمونه های شخص نما از گوهر اسطوره باستانی ایرانیان است که همه حاکی از نبردی کیهانی میان نیروهای خیر و شرند. اسطوره‌ای که در لباس جنگ‌های طولانی بین ایران و توران و پهلوانان و دیوان در شاهنامه تجلی یافته است. در فرهنگ اسلامی تضاد بین خوبی و بدی هم در طبیعت وجود دارد و هم در اصل آفرینش، چنانچه قرآن کریم می‌فرماید آیات 26 تا 29 سوره الهجر: ما آدمی را از گل خشک از لجن بویناک آفریدیم و جن را پیش از آن از آتش سوزنده بیدود آفریده بودیم. و پروردگارت به فرشتگان گفت می خواهم بشری از گل خشک از لجن بویناک بیافرینم. چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید. و هم در ماورای طبیعت به صورت تضاد الله شیطان، آنجا که در ادامه آیات فوق می‌فرماید فرشتگان همگی سجده کردند مگر ابلیس که سر باز زد که با سجده کنندگان باشد. عرفای اسلامی عالم ملک را جهان ازداد و عالم جبروت را عالم وحدت معرفی کردند و عالم ملکوت را جهانی میان آن دو، این عالم ملک جهانی میان آن دو. این عالم ملک به قول عرفا دو چیز است: نور و ظلمت. و بدن آدمی را دائما در کار جدا کردن نور از ظلمت دانستند. جلوه ها و نمود و مصداق عینی بشری، عینی داخل پرانتز بشری، اسطوره خیر و شر، نه تنها در قالب ادبیات حماسی مثل شاهنامه بازآفرینی شد، بلکه ایرانیان پس از پذیرش مذهب شیعه این اسطوره را در شکل و شمایل هنر شبیخانی بازآفرینی نمودند، به نحوی که در جا جای این هنر ردپای آن اسطوره را میتوان مشاهده نمود. همان گونه که در اسطوره بین مظاهر خیر و شر، اهورامزدا و اهریمن، جدال و درگیری هست، در شبیخانی نیز بین اولیا و اشقیا نبرد و کشمکش وجود دارد. در تعزیه اولیا جایگزین نیروی خیر و مظهر نور و پاکی و خوبی هستند و اشقیا جایگزین نیروی شر و مظهر ظلمت و پلیدی و بدی. سفارایی اولیا در برابر اشقیا بیشباهت به سفارایی نیروهای اهورایی در برابر نیروهای اهریمنی نیست. اهریمن را در تباه ساختن جهان خیر قوایی مدد می رسانند که به همه آنها دعو یا دیو اطلاق می شود. قوای اهریمن چند هستند؟ دسته اول کماریکان یا سران دیوان هستند که آنها شش دیوند: یک، اکمنه به معنی اندیشه پلید در برابر بهمن یعنی نیکنهاد. دو، ایندرا به معنی روح فریبنده و گمراه کننده
در برابر اردیبهشت اندیشه نیکو. البته اینایی که میگم در برابرش، اینا امشاسپندانن که از یاران اهورامزدان. سه، سیوروه دیو آشوب، در برابر شهریور فرشته رحم و مروت. چهار، نانگ هیتیه مظهر بهتان و نافرمانی، در برابر سپندار مز یا مظهر محبت و بردباری. پنج، تیوروی موجب فساد و گرستگی، در برابر خرداد کمال و رسایی. شش، زیریش وی شریک تیوروی، در برابر مرداد صحت و بیمرگی. گاه بر این شش دیو، اشمه دیو خشم را که در برابر سروش است می افزودند. دسته دیگر دیوان، دسته دیگر دیوان بزرگ هستند از قبیل دروغ، آز یا دیو هرس و طمع، اپاوش دیو خشکی و آژیدهاک دیو تباهی و تبهکاری، که هر کدام در برابر یکی از ایزدان و یاوران اهورامزدا و دستیاران امشاسپندان می باشند و کار آنها را خونسا می کنند. در تعزیه یا شبیخوانی نیز اشقیا متصف به ویژگی هایی هستند که نیروهای اهریمنی را به یاد می آورند. ابن زیاد چون مقام حکمروایی دارد، در رده کماریکان یا سران دیوان یاری دهنده به اهریمن قرار می گیرد که خود را چنین معرفی می کند: منم ابن زیاد، آتش فروز جان این امت، منم ابلیس این امت، منم شیطان این امت، مرا نبود خیال الله به جز نقصان این امت، به آب کف شویم دفتر ایمان این امت، روم در کوفه تا برهم زنم آیین این امت، ندارم هیچ منظوری به جز آشوب این امت. این یه قطعه بود از تعزیه مسلم تو کتاب تعزیه در خود. چنان که ملاحظه شد، ابن زیاد نه تنها خود را ابلیس و شیطان و یا به عبارتی برابر اهریمن می داند، بلکه با تأکید بر آتش فروزی اندیشه پلید یا اکمنه دیو را تداعی می کند و آنجا که می گوید مرا نبود خیال الله به جز نقصان امت، گویی تیوروی دیو و شریکش زیریش است که میخواهد موجب فساد و گرسنگی شود. همین گونه است صفات برهم زدن آیین و آشوب بپا کردن وی که یادآور دیوهای نانگ هیتیه و سیوروه که به ترتیب مظهر بهتان و نافرمانی و آشوب هستند. تو گویی که اهریمن و دیوان تحت فرمانش همگی در وجود عبیدالله ابن زیاد تجلی پیدا کردند. گفته شد اضافه بر شش دیو یاری دهنده اهریمن، گاه دیو خشم اشمه مظهر ناسپاسی و عصیان که به صفت خونین سلاح معروف گشته نیز افسوده می شود. دیوی که صفات و خصال آن را می توان در وجود شخصیتی چون شمر ابن زلجوشن دید، آنجا که در تعزیه خود دارد با ابن زیاد گفتگو می کند. ابن زیاد میگه چیست منظورت بگو ای وارث تیغ و سنین؟ شم جواب میده از من دارم که بندم آب بر روی حسین. چیست مقصودت زبان حال برگو مو به مو، چون رسیدم تیربارانش کنم از چار سو. چیست دیگر مطلبت ای معدن جور و جفا، دست عباس علمدارش کنم از تن جدا. چیست دیگر مطلبت ای زشت و شوم بدگوهر، فرق اکبر را کنم از تیغ کین شق القمر. مطلبی دیگر بگو تا من لبی خندان کنم، دست قاسم را ز خون سر هنابندان کنم. گر نمایی فت موسل را رقم بهرت زنم، شیرخواری گر ببینم تیر بر حلقش زنم. روز محشر نزد پیغمبر چه میگویی جواب، اندران صحرا کنم کاری که گیرد آفتاب، که اشاره به اون ساعت شهادت امام حسین داره. چیست دیگر مطلبت ای روس یاه نشعتین، بعد قتلش میزنم آتش به خرگاه حسین.
چیست دیگر مطلبت ای ناکس زشت و حسود؟ از تپانچه صورت اطفال را سازم که بود. گویا نبود تو را شرمی لین از ذوالجلال، جسم آنان را کنم از سم اسبان پایمال. گیر از من خلعت ای مردود زشت نابکار، مهلتی خواهم که بعد از آن روم در کارزار. این گوشه‌ای بود از تعزیه هور منصوب به میرزای کاشانی. وقتی به گفتگوی شمر ابن زیاد دقیق می‌شویم، گویی نه تنها اشمه دیو خشم خونین سلاح به فرمان اهریمن به صحرای کربلا برای کشت و کشتار آمده است، بلکه در این هجوم و نبرد اپوش دیو خشکی به منظور بستن آب و اژدهاک دیو تباهی و تبهکاری برای آتش زدن به خرگاه امام حسین و اسب تاختن بر پیکر اولیا و غارت اموال ایشان نیز به صحرای کربلا آمدند تا اشمه را یاری دهند. چنان که ملاحظه شد، بعضن خوی و خاصیت چند دیو در وجود یکی از اشقیان نمود پیدا می کنند و گاه یک خصلت که یادآور یکی از دیوان است بر خصائل دیگر می چربد، مثل حرص و طمع از ویژگی های دیو آز که در وجود عمر ابن سعد وقاص در تعزیه هر متجلی گشته است. آنگاه که به ظاهر علی رغم میل باطنی به طمع گرفتن فرمان حکومت ری، فرماندهی سپاه کوفه را به قصد حضور در کربلا و جنگ با امام حسین میپذیرند. طبری اشاره داره که چند بار این ابن سعد رفت پیش ابن زیاد، ای گوه این فرمان حکومت ری به ما بدین، گفت نه بری جنگ کربلا. رفت برگشت، آخر سرم بالاخره پذیرفت. ابن زیاد میگه ای عمر، طایر اقبال به دام آمده است، 5 طغرا و رقم از کشور شام آمده است، همه فرمان حکومت بود از ملک عراق، نامزد گشته به گردنکشی اهل نفاق، هر که بندد کمر قتل حسین بی تشویش، می سپارم به کفش مملکتی بی کم و کاست. ابن سعد در جواب میگه بلی بر خود پسندیدم عذاب قهر یزدان را، اطاعت می نمایم سر نپیشم حکم سلطان را، ولی کن شرط کن اندر حضور خلق تا دانند به من بخشی تمام ملک ری، قزوین و زنجان را، این ولایت به دری ما را بخشی. ابن زیاد نمودم یا ابن سعد، اکنون قبول این امر و فرمان را دهم بر تو، تمام ملک ری، قزوین و زنجان را، امیر جیش من هستی، سپه سالار اردوی، اطاعت گر نمایی فرمان سلطان را. ابن سعد در جواب میده حرف تو قوتی به دل ناتوان بداد، نامی زره شنیدم و شد شوق من زیاد، مهلت چه جایز است به هر امر پس بیا، یک امشبی به مهلت ما مرحمت نما. بله، عرض کنم خدمتتون، من ببینم به این صورت میخونم میتونم همه رو بخونم. حالا اون چه که هست، این نمونه ها وجود داره تا میرسیم به این که بین اشقیا و اولیا بعضن یک رجزخانی میشه، مثل تعزیه حضرت عباس که میان با هر جلوگیری میکنن، اونجا نمونه هایی وجود داره که اشارات اساطیری دارن، یعنی خودشون با پهلوانان اساطیری برابر میدونن. از جمله هر میگه منم هر نام‌آور نامدار، به فوج پیاده چه سام سوار، که خب ادامه داره اون رجزخانیش. من فقط یه نکته ای رو اشاره بکنم و عرضم رو تمام بکنم که این مقابله ها نه تنها این ویژگی های اساطیری در بین اشقیا وجود داره که در بین اولیا هم وجود داره، اما ما میرسیم به اینجایی که در تعزیه هم خود سکو یک جلوه اساطیری داره که به منزله کل جهان هستی است که خیر و شر در اونجا می جنگند، هم این که زمان بعضن در تعزیه حالت اساطیری پیدا می کنه، که من این رو اشاره بکنم و عرضم رو تمام. نمود عینی و بارز اسطوره خیر و شر در قلمرو نمایش ایرانی که در آن زمان نیز اسطوره‌ای می شود، به تماشا در آوردن صحنه ایست از تعزیه شهادت امام حسین که تمام موجودات عرش و فرش به یاری آن حضرت می شوند. امام حسین خطاب به جبرئیل میگه ای پیک خداوند جهان حضرت جبریل، وی زعبر جنی، همه اهل سماوا در یاری من آمدند از ره یاری، ارواح 120,000 نبی الله از عرش الی فرش نظر کن که ستاده
ناسوتی و کروبی و لاهوتی والا از آدم شیس نبی و یونس و حزقیل، یعقوب و سمائیل و زموسا و زیسا، هم مالک آب آمده، هم مالک آتش، هم مالک باد آمده، هم مالک قبرا، هم خازن رزوان و دیگر مالک دوزخ، میکال و سرافیل، همه عالم، همه عالم بالا، میگه تا میگه همه اینا آمدن به کمک من. این توی صحنه شهادت حضرت امام حسین توی همین تعزیه وقتی اجرا میشه، اون صحنه تعزیه دور سکو مملو و از جمعیت میشه، از آسمان و زمین، از همه جا، حتی مردها میاد به کمک حضرت. و اینجا زمان واقعا و فضا کاملا اساطیری میشه. اونجا که خواستم نتیجه گیری بکنم این بود که در پیدایش بعضی از گونه های نمایش در جهان اساطیر نقش زیادی دارن و نمیشه این ریشه ها رو نادیده گرفت، به ویژه وقتی که اینا میان تبدیل به شکل میشن، تبدیل به قراردادهای صحنه و اجرا میشن. ببخشید سرتون درد آوردم. ممنون، متشکرم. تشکر می‌کنم از بعد.